سلام به دوستان خوبم جمعه 27 فروردین 1400 16 همه آپریل 2021 حتما صحبت های فائز هاشمی در یک گفتگوی کلاب هاوسی رو شنیدید و واکنش رو واکنش های بسیار متفاوتی داشته طیف گسترده از تعریف و تمجید های حتی غیر متعارف تا حملات غیر منصفانه یا غیر اقلانی؟ ببینید این حرفا رو کسی داره به شما میزنه که فکر نمی کنم تردید کسی تردید داشته باشه که یکی از ضد هاشمی رفسنجانی ترین افرادی که در خارج از کشور تحلیل میکنه حالا من مقایسه نمی کنم با کسانی که از ابتدا با حکومت مخالف بودن من در طیفی که برای روزی همراه حکومت بودن من دارم خودم و امثال خودم رو میگم من از زمانی که در ایران بودم مقاله های من در آفتاب یزد مصاحبه هایی که داشتم نشون میده که به شدت با هاشمی رفسنجانی مسئله داشتم و هنوز هم مسئله دارم و معتقدم که اگر آخرتی در کار باشه هاشمی رفسنجانی قطعا معذب الان به خاطر کارهایی که کرده چه سرکوب هایی که نقش داشته چه به خاطر خیانت بزرگی که در حق ملت ایران کرد و کمک کرد به رهبری فردی مثل علی خامنه ای ببینید هر کسی ممکن اشتباه کنه اما هاشمی رفسنجانی به خوبی روحیات کینه و عقده ای ای رو میشناخت به دلیل منفعت شخصی به همراه احمد خمینی اومدن خامنه رو علم کردن علت چند بود که اینها در دوره به خصوص دوره دوم ریاست جمهوری خامنه دیده بودن که هر چی تو سرش میزنن هیچ نمیگه سکوت میکنه تصور هاشمی رفسنجانی بود که اگر یک کاراکتری مثل خامنه رهبر بشه اون میتونه تبدیل خودش تبدیل میشه به رئیس جمهور مادام العمر و همه کاره خامنه ای هم بشینه اونجا مثلا درجه به ارتشیا بده برن دستشو به بوسندی سخنرانی کنه و اختیار هم که دست هاشمی باشه هاشمی با این تلقی با کمک احمد خمینی موجودی به نام علی خامنه ای که خودشون به خوبی میشناختن چه موجودی به لحاظ روانی بیماره واقعا که من میگم اصلا اهانت نیست تمام کسانی که از نزدیک با خامنه کار کردن روحیات کینه جوانه میدونن که اگر از یک نفر کینه بگیره تا زمانی که انتقام نگیره ول نمیکنه از خودخواهی های خامنه مطلع بودن ولی رفسنجانی و احمد خمینی علی رغم اطلاعی که داشتن این خیانت رو در حق مردم ایران کردن پس ببینید این حرفی که من میزنم در دفاع از هاشم رفسنجانی نیست اما هم، همون هاشمی رفسنجانی هم در اواخر عمرش یا متحول شده بود یا به هر حال تغییر شرایط رو احساس کرده بود و سعی میکرد همراه با جریانی باشه که مخالف شیوه حاکمیت خامنه ای هست او شاید کسی بگه خام... هاشم رفسنجانی با اصل ولایت فقیه مشکل نداشت با ولی فقیه مشکلش به حال اه... کسی در دل آدم ها نیست نیت خانی هم وظیفه ما نیست و اتفاقا یکی از اشتباهات بزرگی که ما مرتکب میشیم بر جمهوری اسلامی با استناد همین نیت خانی ها بسیار از سرکوب ها رو انجام میده بسیاری از خیانت ها رو انجام میده بسیار از کارا داره در جمهوری اسلامی با همین نیت خانی پس اگر ما محکوم می کنیم جمهوری اسلامی رو خودمون دچار نیت خانی نشیم و بیخود بر مردم انگیزه شناسایی نکنیم به هر حال حالا هاشم رفسنجانی هر چی بوده چهار سال پیش فوت کرده و خب ببینید فرزندانش هم کاملا متفاوتن از محسن هاشمی که نشون میده به شدت به قدرت چسبیده طوری که وقتی خواهرش مدی از هر نظری میکنه محسن هاشمی برای اینکه رابطه خودش رو با حکومت خراب نکنه میاد خواهرش رو محکوم میکنه میگه خواهرم بیاد می عذرخواهی بکنه هاشم فایز بر برعکس به نظر میرسه که سریح مواضعش رو میگه زندانش هم رفته دیگه ترس از زندان رو بخته این که من با توجه شناختی که دارم فرزندان هاشمی عموما آدم های شجاعی هستن حالا یکیشون شجاعتش رو در, در, حال برای خیانت به مردم استفاده میکنه یکیشون برای مثلا شجاعت استفاده مالی یکیشون برای حفظ جایگاه قدرت و فایز هاشمی هم به هر حال حد سال هاست که از حکومت بریده و رفتاری میکنه که حتی پدرش محکومش کرد اگه خاطرتون باشه رفت به دیدار که از همبندی های زندانی خودش که یه خانم بهایی بود اومده بود مرخصی هاشمی فائزه رفت ملاقاتش که حتی پدرش محکومش کرد و گفت بعد فائزه معذرت خواهی کنه حالا برادرش هم که جای خود داره خب فائزه چند سالی که کاملا خرج خودش رو به نظر از حکومت جدا کرده زمانی هم که در حکومت بود یعنی در آستانه انتخابات مجلس پنجم در سال 74 حرف هایی زد که اتفاقا همون حرف ها باعث ریاوری شد کارهایی کرد که به نوعی تابو شکنی بود ممکنه کسی بگه اون کارام فیلم بود من اصلا کاری اون کارش ندارم اما اون چه مسلمه در سالهای اخیر فائزه هاش موازی گرفته که به هیچ وجه خوشایند و حکومت نیست گفتگوی اخیرش به نظر من یکی از شاهکارهاش بوده بازم میگم من اصلا به نیتش کاری ندارم اما اینکه قبلش مصاحبه میکنه میگه که اگر میخم به جای مسئولین فعلی بزنیم کشور همین خواهد بود این خب حرف کمی نیست وقتی مسئولین میگه فقط هم نمیگه مسئولین اجرایی مسئولین وقتی ببینید وقتی کلمه مسئول در جمهوری اسلامی گفته میشه اول که البته کلمه غلطی است مسئول کسی که میشه ازش سوال کرد در جمهوری اسلامی یه مش آدم حاکم هستن مسئول نیست ولی به هر وقتی عنوان مسئول به صورت, به صورت عام استفاده میشه اولین کسی که به ذهن مردم میاد علی خامنه ای خب وقتی فایزه هاشم میاد میگه اگر میخ به جای مسئولی میزنه وضعیت کشور خواهد بود خب مشخصه که چه باسابای خواهد داشت و چه رفتاری در مقابل باش خواهند کرد خب حالا فایزه هاشمی در نزدیک به انتخابات ریاست جمهور ده زده که عملا به مردم میگه که رأی ندید هر کس رئیس جمهور بشه فایده نداره میگه حتی برادر من اگر کاندیدا بشه و تایید بشه من بهش رأی نخواهم داد در انتخابات شرکت نمی کارم. خب بعدم ببینید اگر اهل به نظر من میخواست دو دوزه بازی کنه لازم نبود این حرف بزنه میگه اگر در دو ماه آینده کسی اومد که من احساس کردم که میتونه تغییر ایجاد کنه من حرفا رو عوض میکنم خب اگر کسانی فکر میکنن که هاشمی رفسنجانی فایزه هاشمی داره زمینه سازی میکنه برای مثلا تبلیغ انتخابات یا یک فریبکاری پشت سرش هست هیچ اشکالی نداره حرفش رو بشنوید انتقاد بکنید صبر کنید اگر مثلا فکر میکنید که داره در یک سناریو بازی میکنه مگه ما قرار هممون یه آدمای کودنی باشیم نفهمیم بسیار از ا... بسیار از ایرانی ها میفهمن صداقت رو تشخیص میدن اونایی هم که متوجه نمیشن میشه کمک فکری بشون کرد اما اینکه یک عده من واقعا تعجب میکنم میان میگن فائز دختر فائز این حرفو زده ولی فائز دختر اون هاشمی رفسنجانی که فلان کار رو کرد ببینید اگر بخوایم خیلی منصفانه قضاوت بکنیم درصد عمده ای از مردم ایران با انقلاب همراهی کردند فریب خوردند یا فریب نخوردن انقلاب خوب بود بعدا خراب شد هر دلی اصلا رو درواسی کردند فریب کاری کردن هرچی اما اینکه ما فقط ای تعداد خاصی رو جدا کنیم بگیم اینا چون طرفدار انقلاب بودن حالا دیگه بعد تا آخر عمرشون خفه بشن مطمئن باشید این کار ضرر به فائز هاشمی نمیخوره فائز هاشمی هم میتونه مثل برادرش به حکومت بچسبه من ببینید دارم میگم من با کل خاندان هاشمی رفتن مشکل دارم و حتی دشمنم معتقدم که اینا ضربات بسیاری به مردم زدن از جنایت علیه مردم تا فساد من معتقدم که فساد نهادینه شده در دولت در در بخش های اجرایی حکومت رانت خاری ها سوء استفاده ها بنیاد و بنیانش رو هاشمی رفسنجانی گذاشت هاشمی رفسنجانی برای اینکه خودشی که آدم مرفه بود و دنبال رفاه بود دست مدیرانش هم رو خیلی باز گذاشت اصلا در, در, این موارد تردید نیست اما اینکه ما بیایم بگیم حالا هر کسی هم که فرزند هاشمی بوده هر کسی هم که یه روز همکار هاشمی رفسنجانی بوده هر کسی هم که یه بار با هاشمی رفسنجانی سلام کرد پس دیگه حق نداره حرف بزنه این ضررش به فایزه هاشمی نمیخوره ببینید ما نیاز داریم که هر روز حتی یک نفر از حکومت رو بکنیم و بیاریم ای بر. و این و که این اتفاق داره میفته حکومت از این بسیار وحشت داره ببینید حکومتی که در بالاترین سطوحش اسرائیلی ها نفوذ دارن حکومتی که نارضایتی در حد در بین بسیار از خانواده های فرماندهان سپاه رفته فرزندان و همسران بسیار از شهدای سطح بالای سپاه الان مقابل خامنه ای ایستادن حتی در داخل خود سپاه کسانی که الان کار میکنن موضع دارن طوری که سپاه ناچار شده بسیار از فرماندهان ارشد زمان جنگ رو بازنشسته بکنه برخورد به با اونها کار ساده نیست این فرماندهان جنگ محبوبیت بسیار زیادی در بین نیروهاشون دارن آدم های نترزی هم هستن نفوذ هم دارن حکومت نمیتونه همشون رو سر، سرشون زیر آب بکنه ناچار بازنشستهشون کردن خب در حکومتی که تا این حد نارضایتی رفته بالا در داخل خودشون صحبت میکنن در محافل خصوصیشون به شدت انتقاد میکنن از طرفی خارجی ها نفوذ دارن تا جایی که به اعتراف محسن رضایی اخیرا محسن رضایی صحبت کرد میگه اسناد به کلی سری هستیمو رو از کشور دزدیدن بردن ترور هستی انجام دارن خرابکاری کردن حکومت این وضعشه یعنی بسیار از همراهانش رفتن همراه اسرائیل شدن به قول اینها حالا من در مورد اسرائیل هم نظرات خاصی دارم که یه صحبت خواهم کرد در مورد رابطه جمهوری اسلامی با اسرائیل و واقعا معتقدم که نفوذ اسرائیل تا حدی که اگر بخواد شخص علی ای رو هم بکشه میکش می میتونه اما نمیخوان برای اینکه انقدری که ای به اسرائیل منفعت رسونده هیچ تمام سران آمریکا نتونستن تمام صهیونیستای یا حامیان صهیونیست در آمریکا که ای به اسرائیل اسرائیل احمق اگه خامنه‌ای رو بکش. ولی به هر حال نفوذ اسرائیل به اعتراف خودشون تا جایی که سریترین اسنادشون رو میدوزن ترور میکنن خرابکاری میکنن نارضایتی که در سطح گسترده نفوذ کرده بسیار از افراد بریدن و افرادی مثل فائزه هاشمی هم که از خانوادهش و خودش از بنیانگذاران انقلاب بودن الان دارن اینطوری حرف میزنن خب وقتی برای که این طرفو ترد کنن هیچ ایرادی از حرفای خودش نمیتونن پیدا کنن میگن دختر هاشمی رفسنجانی که هاشمی رفسنجانی در سال 65 در مورد حجاب حرف زده بود کدوم یکی از ماها تغییر نکردیم از مردم عادی گرفته تا الان ببینید من بارها اینو گفتم حتما ادعای حکومت در مورد اینکه 98 تا 2 درصد مردم در 12 فروردین 58 به جمهوری اسلامی رای دادن دروغه اما هیچکس نمیتونه تایید کنه بیش از 70 درصد مردم در انتخابات شرکت کردن برای مثبت جمهوری اسلامی دادن میخوام همشون رو اعدام بکنیم آیا همه کسانی که پدرشون مادرشون برادر بزرگشون خواهرشون به جمهور اسلامی رای داد دارن همه‌شون ترد میکنن هر حرفی بزنم میگن خفه شو تو هم آدم هستی که به جمهوری اسلامی رای دادی یا مثلا تو فلان کسی هست که رفت جبهه اگه نرفته بود جبهه حکومت ساقط میشد ببینید این رفتار ضررش به فازه هاشمی نیست به کسانی که به حد کافی دلیل برای خودشون پیدا کردن از حکومت ببرن و شجاعت کافی هم دارند که مخالفتشون رو ابراز کنن خیلی یا از حکومت بریدن اما شجاعت ابرازش ندارن معدود کسانی در چند سال پیش و روز به روز داره تعداد اضافه میشه کسانی که هم بریدن از حکومت هم شجاعت ابرازش رو دارن اما وقتی یه طور اگر مواجه بشن با این برخورد که هر چی بگن بهشون میگن شما مأمور حکومتید حتی مخالفتشون رو بزنن به حساب حکومت من خیلی سختمه بخوام کسی رو تخریب کنم و بارها هم گفتم گفتم اصلا مخالفم با این که هر نهله از اپوزیسیون هر بخشی از براندازان هر بخشی از مخالفان حکومت رو تعذیب کنیم اما بعضی از افراد در جایگاه مخالفت نشستن یا نمیفهمند یا معمورن کسانی که در داخل کشور بودن و اگر یک احزاریه براشون می میدوید من دفتر آقای کروبی که خواهش کنن فقط دادسرا نرن از محکومیت نمیترسن حتی از رفتن به دادسرا میترسن اینه که من میگم خود و طرف و خود افراد میدونن خواهش میکنم که بذارید در همین حد بمونه اون آدما انقدر شجاع شدن آره میان به فایزه هاشمی حمله میکنن فایزه هاشمی که میگم حتی ببینید بالاترین و بدترین فرضیه که اصلا فایزه هاشمی مامور حکومته از این بدتر که نمیشه دیگه الان حرفایی که داره میزنه به نفع براندازوسی و ضررشون این که ما ببینیم که ایشون همون کسی که پدرش فلان بود خب آیا اینطوری واقعا میشه کار کرد مگه در همین حکومت افرادی نداریم بسیار از افرادی که هم در خارج از کشور هستن و مخالف حکومت هستن خانوادهشون الان وابسته به حکومتن یا از حکومت حمایت میکنن میان در تلویزیون میشن و از حکومت دفاع میکنن پس بگیم تو هم بیخود میکنی اینجا داری علیه حکومت صحبت میکنی تو همون کسی هست که مادر فلان خواهر فلان حرف, حرف برادر فلان این شیوه ببینید این شیوه یا ماموریت همراه با جیره مواجه و طرف حکومت یا معمولیت بی جیره مواجه و احمقان است فایزه هاشم رو نقد بکنید اما خودش رو بگید فایزه تو آدمی که امدارت حرف میزن برید نه اینکه برید یه روزنامه 35 سال پیش در بیار بگید پدرت در اون روز حرف رو زد اگر قرار باشه که برگردیم به گذشته بسیاری از افراد سابقه شون بهتر از فا خوا... سابقه فایزه هاشمی نیست و بسیار از افراد وضع فعلی خانوادهشون خیلی بهتر از وضع سابق خانواده رفسنجانی نیست آیا واقع این درسته که من ب... مثلا بر... بگردم تو آرشیو تلویزیون یه مصاحبه از برادر که کس... فلان کس خواهر فلان کس مادر فلان کس پیدا کنم از پدر فلان کس که از خامنه ای دفاع کرده و بگم خیلی خوب تو کس... تو, کس... تو که داری این حرفو میزنی برادرت خواهرت مادرت فلان روز این حرفو زد این رفتار چیزی که حکومت میخواد حکومت میخواد طوری رفتار بکنه که مردم به هیچ کس اعتماد نکنن. ببینید جمهوری اسلامی نه کفایت لازم رو داره نه سلامت لازم رو داره نه باهوشی لازم چیزی که حکومت جمهور اسلامی نگه داشته من معذرت میخوام این حرف بگم حماقت یا مزدوری بخشی از اپوزیسیونه من با سراحت این کلمات رو میگم این مزدوری میتونه با مزد باشه یا بدون مزد باشه اتفاقا بدون مزداش خیلی آدم عصبی میکنن که آدمایی که نه این کارها نه نفعی برای خودشون داره نه نفعی برای مردم فایزه هاشمی سر حرف زده از پدرش اگه دفاع کرده برید محکومش کنید بگید تو حالا ت... فلان چیزی که در پدرت گفتی نه اینکه بگید هر چیزی چون از پدرش دفاع کرد اگر از کار غلطی از پدرش دفاع کرده تو دهنش بزنید یعنی هر کس از کارهای غلط هاشم رفسنجانی من هاشم رفسنجانی رو یکی از بزرگترین جنایتکاران جمهوری اسلامی میدونم بدون شک تردیدم ندارم رو در نمیکنم میگم میدونم خیلی از دوستان من ناراحت میشن حرفا میزنم یا خیلی از کسانی که معتقدن هاشم رفسنجانی در اواخر عمرش متحول شده بود از این حرف من ناراحت میشن اما من متوسط عمر سیاسی هاشم رفسنجانی میگم که بیش از اینکه خدمت به مردم کرده باشه خیانت کرده در این اصلا تردیدی نیست شاید اگه فرصت پیدا میکرد بخشی بیشتر کردیم که جبران کنه شاید اگه فرصت پیدا میکرد بخشی بیشتر رو جبران میکرد اما ف... پدر هاشم حاشمیره... پدر فایزه چرا به فائزه داره حتی فائزه دیروز چرا به فائزه امروز داره شما میتونید بگید که فائزه در آینده هم ما بهش اعتماد نمی کنیم. اگر حتی حکومت سرنگون شد ما در حکومت آینده هیچ جایگاهی فایزه رف... به هاشم به نمیدیم من کاملا موافقم کما که در مورد خودم هم گفتم گفتم وظیفه همه ما هست در مورد خودم به صورت به خصوص گفتم که فردای سرنگونی جمهوری اسلامی سیاست رو ببوسیم بذاریم کنار هم خود تنبیهی باشه هم به مردم بفهمون اگر ما حرفی میزنیم تمایلی برای آینده نداریم و ای کاش فایزه هم این رو بگه که اگرچه فایزه به نظر من تلویحا گفته ولی اگر کسی به شما گفت فردا به فایزه رأی بده بگی نخیر فایزه به دلیل سوابق خودش و خانوادهش صلاحیت نداره اما اینکه امروز تو دهنی بهش بزنیم فقط یک خاصیت داره افراد دیگه که میخوان از حکومت ببرن و به طرف مردم بیان میخوان با مردم همراه بشن جرئت نمیکنن انگیزه از میمیره طرف میگه من امکاناتم رو از دست بدم جانم رو به خطر بندازم این برام پذیرش نباشه این چه نوع مبارزه سیاسی که ما بیام کسی رو که نشسته در داخل کشور و حرف هایی میزنه که بسیار اثر گذاره فائزه هاشمی با چادر میشینه و علیه سیاست حتی حجاب جمهوری اسلامی صحبت میکنه اثر اون بیشتر یا اثر حرف من ببینید من خواهش میکنم که فکر کنیم و دوست دلم میخواد دوستان دیگه هم همراهی کنند برای اینکه بعضی از افراد که فکر میکنن خیلی شجاع انجا هستن علیه همه چی صحبت میکنند فکر نکنن تنها میدون دارن به نظر من بایستی اول بهشون هشدار داد و بعدم گفت من بازم میگم بسیار از افرادی که خیلی الان اظهار شجاعت میکنن اگر خودشون در داخل کشور بودن با هیچ یکی از اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده همراهی نمیکردن یقین دارم بسیار از افرادی که مردم دعوت میکنن به تظاهرات قطعا نه در تظاهرات آوان اگر ایران بودن نه در تظاهرات آوان 98 شرکت میکردن نه در کمپین مخالفت با حجاب شرکت میکردن نه کار دیگه انجام میدادن سوابقش رو نشون میده حالا اگر لازم شد بعضی از کارهای بعد خروج از کشورشون همیشه گفت ببینید این حرف مخاطب خاصی نداره اما اینکه یک نفر بشینه دو نفر بنشینن پنج نفر بنشینن و کاری بکنن که اصلا فایزه هاشمی مرده تموم شد ولش کنید شما من به فایزه کاری ندارم من نگرانیم از اونجاست که بعضی از حرفها، بعضی از ادعاها، بعضی از حملات، بعضی از انتقادات، بعضی از تخریب ها تأثیر منفی بگذاره بر کسانی که میخوان بعد از این از حکومت جداشن و بیان افشاگری کنن، مخالفت کنن، مبارزه بکنن. هر یک نفر نیرویی که از وابسته به حکومت باشه از حکومت جداشه تأثیرش به اندازه صدها نفر خارج نشینه. ما کسانی که در خارج هستیم میتونیم آگاهی رسانی کنیم اما تأثیری که یک نفری که وابسته به حکومت بوده و در داخل کشور هست هنوز هم خارب... یا به خاطر خودش یا به خاطر خانوادهش یا به خاطر شرایط کشور حرفش مخاطب داره تأثیر اون بسیار بیشتر از حرف ما هست و اتفاقاً بازتابها نشون میده ببینید کسانی که اینجا نشستن میگن که حاشمی فا... هاشمی رفسنجانی فلان حرفو در تایید خامنه ای زده خامنه ای جنایتکار پس فایزه من بده خب بشین ببینیم همزمان با حملاتی که ف... به ب... 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 فایزه در خارج از کشور میشه بریم سایت مشرق نیوز چی نوشته رجا نیوز چی نوشته و روزهای آینده عناصر اه... افراطی حکومت چه خواهند گفت پس بب... منم بیان میگم خب این کسی هم که اینجا نشسته بس مامور اینم مامور کیهانه یه مقداری من همونطور که با اون حرف مخالفم با اینا مخالفم بسیار از کسانی که الان با فایز مخالفت میکنن هیچ نیت بدی ندارن اما در عالم سیاست نیت هیچه نتیجه کار مهمه ببینید این نگاه که ما بگیم طرف نیتش خوبه پس هر خرج حرف میخواد بزنه نگاه خمینی که میگفتش ما معمور به وظیفه هستیم من معمور به نتیجه غلط میکنه کسی رو بزنه در عالم سیاست تنها چیزی که مهمه نتیجه است مهم نیست شما با چه نیتی چه کاری میکنید اگر شما با نیت خوب هم باعث بشید به کشور صدام بخوره باید محاکمه بشید و جواب بدید اگر به آخرت اعتقاد دارید خب نیت خوب داشتید برید عجتون آخرت از خدا بگیرید اما در این دنیا باید پاسخگو باشید کسانی هم که این ورنش هستن و الان برن دارن اینطور به فایزه حمله میکنن حتی اگر نیتشون خوب باشه نتیجه کارشون به نظر من به نفع براندازی نیست به نفع مبارزات نیست به نفع مردم نیست دلیلش رو گفتم این کار باعث میشه که اولا فائزه و فائزه ها دیگه حرف نزنن وقتی احساس کنن که هر حرفی هم تازه علیه خودشون به کار گرفته میشه انگیزشون از دست میدن نکته مهمترش اینه که افراد دیگه که میخوان به فائز مال حق بشن افراد دیگه که به حکومت وابستن دارن فساد حکومت رو میبینن جنایت های حکومت رو میبینن ناکارآمدی‌ها ها رو میبینن فقر مردم رو میبینن اعتبار کاهشیابنده هر روز کشور در عرصه بین رو میبینن خطر جنگ رو میبینن ماجراجوهای جمهوری اسلامی نگرانشون کرده اینا میخوان از حکومت جداشن و بسیارشون مایلن شجاعت کافی هم دارند که میان افشاگری کنن رفتار نه پسندیده و بعضا غیر منصفانه و متاسفانه بعضا ابلهانه با فایزه هاشمی تاثیر منفی رو اونها میذاره این قسمت من نگران میکنه ببینید حملاتی که داره به فایزه هاشمی میشه به نظر من بازی حکومته مهم نیست بازیگرانش معمور مستقیم حکومتن یا بازی خورده حکومت من معتقدم ب... همین حرف های اگر قرار نقد بکنیم همین حرف های امروز فایزر رو بزنیم جلومون بگیم این حرفت غلطه این حرفت درسته این حرفت معمولیت و حکومت این حرفت خیانت این حرفت جنایت هر چی اما اینکه برگردیم بگیم که تو همون آدم هستی که چهل سال پیش پدرت این کار کرد خب برگردیم هر کدوم از ماهایی که اینجا نشستیم و داریم صحبت میکنیم اگر برگردیم حتما در بین خانواده ها همون کسانی پیدا میکنیم حالا امثال من که خود اون حامی حکومت بودیم ولی بسیار از افرادی که اصلا خودشون هم هیچ روزی حامی حکومت نبودن حتما در بین خانواده هاشون، در بین نزدیکانشون افرادی پیدا میکنیم که حامی حکومت بودن برای حکومت حتی, حتی هزینه کردن از رانت رفتن خوردن همه جو هست اینکه ما سعی کنیم با انتصاب بعضی از افراد به یک جنایتکار به یک خیانتکار به یک آدم نادان به یک مدیر ناموفق خودش رو هم از حیز انتفاع ساقط بکنیم اجازه ندیم افشاگری بکنه اجازه ندیم از نفوذ کلامش برای براندازی استفاده بکنه این خواسته حکومته این بازی که حکومت طراحی کرده هر کس در این زمین بازی کنه بازیگر حکومت مهم نیست موز میگیره یا نه مهم نیست تا به حال چقدر با حکومت مبارزه کرده ما در شرایط بسیار حساسی هستیم که حکومت از داخل به شدت متزلزله فشار خارجی مستعسل کرده حکومت رو نفوذ اسرائیل و سازمان های جاسوسی زد خارجی در داخل حکومت همه عناصر حکومت رو کلافه کرده در این شاید ما بیم یک پاس گل به حکومت بدیم که بگیم خب هر یعنی حکومت, حکومت که انقدر مستاصل و ضعیف شده یه جلوه ازش درست کنیم که همه کسانی که علیه حرف زن معمور حکومتن این بهترین هدیه به حکومته که به مردم بگیم حکومت انقدر قدرت داره که فائزه هاشمی هم خریده یه روز در مورد محمد نوریزاد میگفتن یه روز در مورد نمیدونم دسترین ستوده میگن یه روز در مورد نرگس محمدی میگن امروز در مورد فایزه هاشمی ببینید من از همه کسایی که کس بردم از محمد نوریزاد از نسرین ستوده از نرگس محمدی از فائزه هاشمی انتقاد دارم کما اینکه حتما اونها هم انتقادات درست نسبت به من دارن اما دلیل نمیشه که من بگم خیلی خب چون فلان حرف نس... مثلا چون نصرین ستوده یا نرگس محمدی در سال 92 یا سال 96 اعتقاد داشته و در انتخابات شرکت کرد و من از, از حداقل از سال 88 به بعد به شدت با انتخابات مخالفت کردم پس من از هیچ موضع نسرین ستوده یا نرگس محمدی یا محمد نوریزاد حمایت نکنم این خواسته حکومته ما یک حداقل هایی داریم که این حداقل ها بسیار مهمه در این حداقل ها همون تفاهم داریم و سخنان کسانی مثل فائزه هاشمی در این حد حداقل ها به ما کمک میکنه چرا سعی میکنیم که فائزه و فائزه ها نیان در این کمپ چرا سعی نمیکنیم از حتی اگر فائزه و فائزه ها در کمپ ما نیستند حرف هاشون به نفع کمپ براندازانه به نفع کمپین براندازانه به نفع گروه براندازان به نفع های براندازانه ببینید من خواهشی که دارم اصلا دو بازم تکرار میکنم به هیچ وجه من دلم با هاشمی رفسنجانی و خانوادهش صاف نخواهد شد میتونید مراجعه کنید من حتی ببینید در سال 84 در انتخابات ریاست جمهوری خب وقتی دور دوم احمدی نژاد و رفسنجانی رفتن به دور دوم انتخابات من یک سرمقاله در افتابیه نوشتن تحت عنوان حمایتی متفاوت این عبارت نام سرمقاله این بود اشاره کردم به همه سوابق منفی هاشمی رفسنجانی یعنی قبل به عنوان حمایت نوشتم ولی اولش اشاره کردم به همه سوابق منفی هاشم رفسنجانی بعد گفتم هاشم رفسنجانی الان داره یک نشانه های بروز میده که ظاهرا با اون کارا مخالفه اگر این ت... رفسنجانی در کاری صادق باشه هم از بعد از حمایت کنیم این ها. یعنی میخوام می بگم حتی در زمانی که به دلیل نیت عمومی اکثر اصلاح طلبان حمایت از هاشم در احمدی احمد نژاد من سر مقاله حمایت نوشتم اینطوری نوشتم و بعدش هم بارها و بارها ازش انتقاد کردم وقتی هاشم رفسنجانی اومد در مورد مذاکرات تسهی سر حرفای زد جناح راست بهش حمله کرد من یه مقاله نوشتم آقای هاشم رفسنجانی شما داری نتیجه کار خودتو رو می‌بینی شما که در قضیه کنفرانس برلین اومدی اونطوری اون تو کردی به شرکت کنندگان در کنفرانس برلین و اظهار خوشحالی کردی از اتفاقاتی که افتاد حالا چوبش رو بخور حالا حقته که احمدی نژاد نام بی سر و پای اینطوری علیه تو بکنه پس من موضع مشخصه اما خواهش می‌کنم که این فضا رو این امکان رو از دست کسانی که از جمهوری اسلامی بریدن و می‌خوان به مردم بپیوندن نگیرید در زمینی که جمهور اسلامی طراحی کرده بازیگری نکنیم حتی اگر این بازیگری بدون اطلاع خودمون باشه حتی اگر به خاطر بازی خوردن ناآگاهانه باشه حتما در همین مصاحبه فایز هاشمی هم ده ها نکته قابل انتقاد میشه پیدا کرد از همونها انتقاد کنیم به هیچ وجه از انتصاب بعضی از افراد به دیگران در واقع استفاده نکنیم این همین رفتاری که جمهور اسلامی داره میکنه وقتی میخوان آقای رضا پهلوی رو محکوم بکنن میان اشاره میکنن به اقدامات پدرش خب ما که اون کار رو محکوم میکنیم چه رفتی داره رفتار اگر فرزن کسی انتقاد به رفتار محمد رضا شاه داره یا نسبت به رضا شاه داره چه رفتی به رضا پهلوی که فقط جرمش اینه که فرزنده یا نوه اونهاست همین رفتار رو ما داریم با اپوزیسیون میکنیم یعنی چیزی که از جمهوری اسلامی انتقاد میکنیم خودمون مبتلا شدیم خواهش میکنم که این مقدار دقت کنیم و مواظب باشیم بازم من جمله حرفم با این تکرار کنم کاری نکنیم که کسانی که میخوان از جمهوری اسلامی ببرن و بیان به مردم بپیوندن از این بریدن و پیوستن وحشت بکنن مع فرشته